من راجب آقای دکتر نصر که فرمودید یک نکته رو عرض کنم. به نظر من کتاب مهم ایشون، ایشون هم بطور رساله دکتراش راجب علوم اسلامیه و اونجا حرفای تحقیقات خوبی هم کرده، ولی کتاب مهمی که به نظر من کنه افکار ایشون رو میشه دید اون معرفت امر قدسیه. من کتاب فارسی خوندم، لب حرف آقای دکتر نصر در اون کتاب این است که بشریت از قرن 13 میلادی یعنی از عهد سنت توماس آکیناس اشتباه کرده که حوزه عقل رو از ایمان جدا کرده. عقل باید تابع ایمان باشه و اگه بخوایم به زبون قرون وسطا و سنت آگوستین و به اصطلاح متفکرین قرون وسطا حرف بزنیم، اصلا عقل پاداش ایمانه. در واقع ایشون به معنی واقعی تئوریش ضد دنیای مدرنه. یک کتابی هم یک کسی چاپ نوشته، الان اسم نویسنده آدم رفته ولی انتشار دانشگاه آکسفورده، به زبان انگلیسی عنوان کتاب هست Against Modern World، بر علیه دنیای مدرن، راجب فرقه مریمیه که آقای دکتر نصر عضو این فرقه است، بنیانگذارش که اتریشی بوده و ظاهرا الان رئیس این فرقه هم هست. تحقیقات جالبی اون نویسنده آکسفوردی کرده و به معنی واقعی کلمه تفکرات آقای دکتر نصر علیه دنیای مدرن در واقع، چون اصلا عصر مدرن از اونجایی متولد شد که عقل حوزش از ایمان جدا شد، نقاد شد و خود بنیاد شد، احتیاج نداشت به چیزی تکیه بکنه. عقل تونست که تولید بکنه بدون اینکه لازم باشه با ایمان و با دین در واقع بسنجش و دستاوردهاشو ببره ذیل دین قرار بده. از اینجا در واقع عقل مدرن با البته اتفاقات زیادی در اون سه قرن رنسانس اول قرن 13 تا 16 اتفاق افتاد که مجموعاً خرد نقاد خودبنیاد رو که محور دنیای مدرن متولد کرد. آقای دکتر نصر به معنی واقعی کلمه تئوریش ضد دنیای مدرنه و این چیزایی هم که شما نقل کردید، مثل اینکه مثلا یک زبان رو شما مقدس بدونید، نه کاملا قرون وسطاییه، لاتین رو هم زمانی زبان مقدس میدونستن و در حالی که امروزه با فلاسفه زبان جدید از ویتگنشتاین به این طرف کاملا معلوم شده زبان همان زندگی است، به قول ویتگنشتاین یک دنیا فرهنگ پشت هر زبانی نشسته. و از قضا آقای میبودی، من به عنوان یک دانش آموخته تاریخ عرض میکنم، زبان فارسی ما به مراتب زبانی است هم کاملتر هم شیرینتر از زبان عربی. تمام وجوه فرهنگ ما است. ما در به اصطلاح زبان فارسی باستان مثل خیلی از زبانهای موجود هند اروپایی و عربی مؤنث و مذکر داشتیم و تثنیه و جمع اینجوری داشتیم. اینا یادگار دوره آنیمیزم انسانه، جان مدار انگاریه که شما چیز مسخره ای هم است بیای به اشیا هم بگی این مرد این زنه. اینا مال دوره ایست که بشر فکر میکرده اینها جانی دارن و خودش رو میبخشیده به اونها، زن و مردشون میکرده و غیره. این هنوز در زبانهایی مانده از جمله زبان عربی، در حالی که در پارسی باستان ما داشتیم این رو. به تدریج پدران ما به نظر من با شعوری که داشتن این صیغه های مؤنث و مذکر و غیره رو حذف کردن، زبان رو ساده سازی کردن و زبان فارسی زبانی است که با پیشوندها و پسوندهاش با سادگی افعال مرکبی که داره میتونید شما با دو سه تا فعل کمکی ساده و بسیاری افعال رو بسازید. اتفاقا زبانی است بسیار شیرین، ساده و پرظرفیت برای لغت سازی، برای توسعه. متاسفانه الان خیلی یتیم شده. لذا به نظر من، منم اون جوونیام گول این حرفا رو خورده بودم، فکر میکردم عربی خیلی زبان کاملی است. بعدن که تاریخ خوندم، یه خود فلسفه خوندم، یه کمی آشناتر شدم، اتفاقا به نظر من عربی زبانی است عقب افتاده. درست خیلی گرامر داره مثل زبان فرانسه، ولی زبانی است که یادگار آنیمیزم توش هست، خیلی وجوه قبیلگی درش قویه، فرهنگ قبیلگی که هنوز در اعراب
به شدت وجود داره، دست کم در عرب سعودی در این زبان تجلی داره و زبانی است که اتفاقا برای بیان پاره مفاهیم بسیار لنگ میزنه و اون درشتناکی قبیلگی اعراب بیابانی در این زبان کاملا دیده میشه و اصلا فاقد اون ظرافت ها و زیبایی هایی است که در یه زبانی فارسی. مثل فارسی وجود داره. آدم روز آقای نصر حرفی نیست، فارسی هستن، خیلی هستن، خیلی از فرقه های مذهبی هستن که با اساس تمدن نو مخالفت دارن، می جنگ آمیشخا و واقعا در عمل هم هیچ گونه انسی با پدیده های جهان نو ندارن، یعنی کماکان سوار گاری میشن، از تلفن در منزل استفاده نمی کنن و و حتی ابزاری کشاورزی همه قدیمی است، مبدل گذشته های دارن. بله این آمیشا رفتم چند یکی دو بار رفتم این آمیشا رو در ایالت پنسیلوانیا هم نزدیک ما، بله. دو سه ساعت راه دیدم از نزدیک و یه خودم این روزا دیگه دکان شده، جای توریستی شده براشونا، درست ادا اصولی که در میارن بیشتر برای جلب توریست دیگه خوبه. بله ببخشید همین اینو میگم، ولی نمیشه که آدم هم با در واقع معتقد باشه که علم با تابع ایمان باشه، نه ایمان تابع علم، با اساس جامعه مدرن مخالفت بکنه، به صراحت هم مخالفت بکنه، ولی کاخ نشین باشه، پست درباری داشته باشه، سوار جگوار بشه، در زیباترین آپارتمان ها در یکی از نمیدونم محلات اشرافی زندگی، اینا به هم نمیخونه. بله اون بیچاره اگه میگن ما با به اصطلاح مدنیت مدرن مخالفت داریم، عملا هم اثبات کردن دوست ندارن در این زندگی کنن، میرن در حاشیه برای خودشون زندگی تازه بنا میکنن، مالیات هم نمیدن. نمیشه آدم آره. به هر حال درست میفرمایید، کاملا نظرشون صحیح. اینی که میفرمایید به نظر من شاید قبلا هم عرض کردم، این یکی از اون نقدهایی است که به رژیم شاه هم میشه کرد، یعنی خیلی برای من عبرت آموزه که محمد رضا شاه و حکومتش که منادی مدرنیته در ایران بودن، رئیس انجمن سلطنتی فلسفه آقای دکتر نصر بود که تئوریش از اساس مخالف عصر مدرن. به نظر من نشون میده که در رژیم شاه درکی از اون مدرنیته ای که منادیش بودن نداشتن، درک عمیقی وجود نداشته، وگرنه رئیس انجمن سلطنتی فلسفه آقای دکتر نصر رو نمیگذاشتن. به هر حال این هم یا آقای مطهری رو، آقای دکتر آقای آیت الله مطهری عضو انجمن شاهنشاهی فلسفه بوده در کنار همین آقای آقای مطهری. البته تئوریش در واقع یه جور دینی است که سعی میکنه که احکام فقهی رو با عصر مدرن آشتی بده، نوع اندیشی ایشون هم در این حدوده، البته خب مشرب فلسفی هم آقای مطهری داره و در پاره زمینه ها حرفای خوبی داشته، ولی بله کاملا، ولی از اساس هم با تمام میراث‌های گذشته ایرانیان مخالفت میکرد، یعنی یه نوع نفرت داره مثلا نسبت به برخی پدیده‌ها مثل نوروز و کسایی است که این تجزیه مصنوعی فرهنگ ملی و مذهبی ما رو ایشون دامن بهش میزد با اون حرفایی که راجع به چهارشنبه سوری زد. به نظر من عقلش نمیرسیده راجع به جایگاه تردیشن ها و سنت ها در یک جامعه و اینکه پای دین رو میشه از خیلی این چیزا گذاشت بیرون، احتیاجی نداره. یه به هر حال آقای مطهری هم یک روحانی شیعه بود که از قضا پاره زمینه ها هم بسیار متعصب بود، در همین خاطرات من عرض کردم ایشون خیلی هم مراقب بود مبادا مثلا نهضتی ها که حالا کمی دانشگاهی تر بودن و کمی با علم جدید آشتی تر بودن، خیلی ایشون مراقب بود مبادا اینا یه زوری پیدا بکنن، قدرت پیدا کنن، و یا مثلا با آدمی مثل شریعتی نه از موضع نقد فلسفی آثار شریعتی، همچین چیز ما از آقای مطهری نمیدیم که خب خیلی انتقادات به شریعتی میشه از این زوایا وارد کرد، بیشتر از سر یک نوع تعصب دینی و بعدم چشمم چشمی توی اون حسینیه ارشاد و خلاصه گرمتر بودن منبر آقای دکتر شریعتی، آقای مطهری بسیار بسیار با آقای شریعتی
مخالفت کرد، در حدی که بعد از مرگ ایشون با مهندس بازرگان یه بیانیه دادن که کتابهای ایشون خیلی اشکال داره و ما باید اصلاحش بکنیم. همون موقع هم این انتقاد شد که آقا شما خب تا مادامی که شریعتی زنده بود انتقاداتتون میکردین که خودش هم باشه بنده خدا جواب بده اگر قصد اصلاح داشتید. به هر حال بله، یعنی این هم بسیار پندآموزه که آقای مطهری هم عضو همون انجمن سلطنتی فلسفه بوده. به هر حال آقای دکتر نصر، به نظر من آقای میبودی اگر این حکومت بخواد یک حکومت واپسگرای جمهوری اسلامی که دشمن عصر مدرن هم هست و سیاستهاش به نوعی جنگ با عصر مدرنه، بخواد یک مأمن فلسفی برای خودش پیدا کنه، آقای نصر خیلی فرده مناسبیه براشون. ولی نکردن این کار رو به نظر من به دلیل همون سوابق نزدیکی آقای نصر با دستگاه دربار پهلوی جرأت نکردن اینو بیارن. البته من از یک آدم موثقی به نقل از آقای نصر شنیدم که خود ایشون هم تمایلی نداشته، یعنی آقای حداد عادل که یه موقعی شاگرد آقای نصر بود برایشون پیغام کرده که چون آقای نصر ظاهرا علاقه داره در سنین کهولت و پیری که هست بتونه برگرده ایران و در ایران دفن بشه، ظاهرا این رو به حداد گفته بوده و حداد گفته بوده که شما یه تعریفی از آقای خمینی یه جایی بکن تا بشه زمینه رو آماده کرد. ظاهرا هم کرده آقای نصر، من حالا این جملات ایشون نمیدونم، ولی بعد از ایشون آقای حداد خواسته که یه مقداری هم به نواندیشان دینی ایشون بپره و خب برابر تئوریش ایشون کاملا میتونه وارد مجادله بشه با نواندیشان دینی مثل دکتر سروش یا مجتهد شبستری یا ملکیان یا دیگران، و آقای نظیر باز نرفته. البته اینجاش به نظر من مردانگی کرده و نپذیرفته، در نتیجه حکومت هم جرأت نکرده که زمینه هموار نشده ایشون برگرده ایران. ولی آراء ایشون فکر میکنم خیلی به درد این حکومت بخوره اگر بخواد استفاده کنه، ولی خیلی جرأت نکرده به سراغش بره. تشکر میکنم آقای دکتر سازگارای عزیز.